خوش اومدید به برنامه تلویزیونی اصول اولیه با بت. خیلی خوشحالم که به شما امروز. ما داریم در اصول اولیه ایمانمون رشد میکنیم و امیدواریم که از این سفری که با هم داریم لذت میبریم. امیدوارم که تشویق شده باشید برای دانستن اصول اولیه کتاب مقدس و برای کسانی که تازه به ما پیوستن کاری که من میکنم از طریق این کتاب درس میدم. اسم این کتاب دریافت اصول اولیه هست که 30 سال پیش نوشتم و برای سال هاست که این رو تدریس میکنیم و هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست که برگردیم در کتاب مقدس و ریشه های خودمون رو قوی تر کنیم، پایه های خودمون رو مستحکم. اگر میخواهید این کتاب رو داشته باشید به وبسایت ما میتونیم بریم و از آنجا کپی خودتون رو درخواست کنید. ضروری نیست که این کتاب رو حتما داشته باشید، ولی به یک دفترچه و کتاب مقدس حتما احتیاج دارید و قلبی مشتاق و تعلیم پذیر. امروز درباره این صحبت میکنیم که چطور با خدا صحبت کنیم، چطور دعا کنیم. کتاب مقدس چی گفته درباره دعای مؤثر؟ آیا هدف این نیست که جواب دعاهامون رو دریافت کنیم؟ ما فقط دعا نمی کنیم که صدای خودمون رو بشنویم، بلکه به خدای زنده دعا می کنیم که وعده داده که جواب دعاهای ما رو خواهد داد و چیزهایی که ازش می خواهیم ما می طلبیم. ما درباره کی، چطوری، کجا و کی دعا کنیم و دقیقاً ما در رابطه‌ای که با خداوند داریم جنبه کاری و جنبه شخصی داریم. با این منظورم اینه که جنبه شخصی که داریم با خداوند وقتی که باهاش صحبت میکنیم درباره چیزهایی که در زندگی خودمون با اون روبرو میشیم، برای خانواده و دوستان و چیزهای شخصی زندگیمون. ولی در طرف دیگه جنبه کاری هم داریم که ما درباره اینها دعا میکنیم، چیزهایی که ربط به خداوند داره و چیزهایی که میخواد روی زمین انجام بشه بر طبق خواستش و اهداف الهی که داره که روی زمین انجام بشه. ما میتونیم دعا کنیم و قسمتی از این مسئله باشیم، چیزی که خداوند روی جهان انجام میده. خب امروز تمرکز اصلیمون روی رابطه شخصیمون هست. تو آن شما باید واقعا اصل این مسئله رو درک کنیم و بفهمیم که چطوری است این رابطه و دعاها که چطوری با خداوند متصل بشیم و کارهای بزرگی انجام بدیم. حالا اگر آماده هستین کتاب مقدستون رو بردارین و آماده باشین برای شروع درسمون. چطوری با خدا صحبت کنیم؟ اول از همه به مرقس 1:35 میریم. آیه خیلی خوبیه. اونجا میگه سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. عیسی داره صحبت میکنه درباره عیسی. اون صبح زود بلند میشه از خواب و از اونجا میره به جای خلوت و دعا میکنه. این آیه یه که به ما یاد میده که کی در زندگی شخصیم دعا کنم. خب عیسی یه زمانی داشت. زمان خودش این بود که قبل از شروع روزش دعا کنه، که شما هم میتونین یاد بگیرین. اگه میتونین صبح زود بیدار بشین این کار بکنین. اگر هم سرخیز نیستین خیلی تمرین خوبیه که با دعا شروع کنیم. اگر هم برای مسئله کاریتون یا بچه‌ای که دارین ترجیح میدین که شب دعا کنین خیلی عالیه. و یا اینکه وسط محل کارتون وقتی که دارین نهار میخورین دوست دارین که اون زمان رو بگذارین برای دعا کردن. نکته اونجاست که اون خلوت کرد و زمان گذاشت برای دعا کردن. وقتی که برای دعا کردن فکر میکنیم همیشه ما میتونیم دعا کنیم، برای توی محل کارمون، خرید کردن، وقتی که بچه‌هامون رو به مدرسه میبریم همیشه میتونین دعا کنین، همونطور که کتاب مقدس میگه بدون ایستادن دعا کنین. ولی یه چیزی هست درباره این که زمان بگذارین برای صحبت کردن با خدا. عیسی هم این کار کرد، خلوت، جایی که دور از هیاهو باشه پیدا کرد و با پدر صحبت کرد. کجا شما دوست دارین دعا کنین؟ کجا احساس میکنین که میتونین با خداوند صحبت کنین بدون هیچ چیزی که حواستون رو پرت کنه؟ فکر میکنم ماشین ما یه هدیه‌ای از طرف خداست که جایی خلوت پیدا کنیم و در اون دعا کنیم. شاید توی کمدتون میخواین دعا کنین، شاید توی حموم. بعضی وقتا مادرایی که بچه دارن زمان ندارن برای خودشون، فقط میخوان یه جای خلوت پیدا کنن و با خدا صحبت کنن. هر جوری که برای شما کار میکنه، کجاست اونجا؟ همه احتیاج دارین که اون جای خلوت رو پیدا کنین.
برای من زمانی بود که زیر ملافه دعا می کردم. احتیاج داشتم یه جای خلوت پیدا کنم. زانو می زدم و اون ملافه رو روی سرم می کشیدم و با خداوند صحبت می کردم. برای خودتون اون جای خلوت رو پیدا کنین. زمانش رو آماده کنین. بعد عیسی چی کار کرد؟ اون دعا کرد. با خداوند صحبت کرد. و شما هم این کار رو بکنین. میدونم همونطور که شما خودتونم میدونین بعضی وقتا توی اون زمانی که داریم، جای خلوتی هم که داریم، میخوایم دعا کنیم، بعضی وقتا خوابمون میاد و یادمون میره چه برای چی اونجا هستیم. نمیخواین این کارو بکنین، باید آماده باشین و دعا کنین. خیلی خوب، چطوری این کارو بکنیم؟ بیاین درباره این صحبت کنیم که خدا چه وعده‌ای داده درباره دعا کردن. خدا وعده هایی به من و شما داده که میخواد جواب دعاهامونو بده. بیاین به آیه های نگاه کنیم. در ارمیا 33 اینطور میگه: از من بپرس و به تو پاسخ خواهم داد. درباره اسرار عجیبه که چیزی درباره آنها نمیدانی به تو خواهم گفت. من اینو خیلی دوست دارم. آیا قبول دارین چیزهای بزرگی هست که ما دربارشون نمیدونیم؟ چیزهایی که خدا برای زندگیمون داره ما ازشون خبر نداریم، ولی اون از همه چی خبر داره. ما نمیدونیم چه تصمیمی بگیریم، کجا بریم، چطور بچه‌هامون رو بزرگ کنیم، چطور با مسائلی که در محل کار پیش میاد رفتار کنیم، ولی اون وعده داده از من بپرس و من به تو پاسخ میدم. ازش بپرسین و اون جوابتون رو میده و به ما چیزهایی رو نشون میده. چه وعده عالیه. تنها وعده ای نیست که به ما داده، وعده های زیادی داده که به اونها نگاه میکنیم. به متی 7 برین، آیات 7 تا 11. میدونم که پاراگراف بزرگیه ولی همش رو کاملا نمیخونم، ولی بیاین چند تا از این چیزها رو بخونیم. در آیه 7 عیسی میگه: بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، در بزنید در برویتون باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند. هر که در بزند در برویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او بدهد، یا وقتی ماهی بخواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای شریری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنها می ده. از پدر بخواهید، بپرسید ازش. خواستن دعا کردنه. در کتاب مقدس آیه های زیادی هست، چند بار گفته شده عیسی میگه بخواهید، از من بپرسید. به من اینو میگه که خواهش کردن و پرسیدن از خداوند مسئله مهمیه برای خداوند. اگر قرار بود که خداوند همه کارها رو بدون اینکه ما ازش بپرسیم انجام بده، میگه اوکی، نگران هیچی نباشید، من همه کار میکنم. ولی همیشه توی همه آیه ها میگه بپرسید، از پدر بخواهید، به هر کسی که ازش بخواهد به او داده خواهد شد. خیلی جاها این کلمه استفاده شده. هر چیزی بخواهید به شما داده خواهد شد. مثلا در یعقوب اونجا میگه که شما دریافت نکردید به خاطر اینکه نپرسیدید. یه چیزی هست درباره پرسیدن. میخوام تشویقتون کنم که از خداوند بخواهید، بپرسید. توی دعاهاتون چی از خدا داری میپرسین؟ چی میخواین که خداوند براتون انجام بده شخصا؟ درباره زندگی روحانیتون، زندگی احساسیتون، نفسیتون، چیزهایی که به فیزیک بدنتون ربط داره. آیا از خداوند پرسیدین درباره ازدواجتون، درباره رابطتون با بچه‌هاتون، این تأثیری که در زندگیتون میذاره، آیا ازش پرسیدین؟ خیلی جالبه، باید بپرسین. مشغول باشین، مشغول باشین در دعا کردن، در پرسیدن از خداوند. پس یه وعده است، یه وعده است که جواب میده به دعاهای ما. عبرانیان 4:16 اینو دوست دارم: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم، تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. یه چیزی درباره این آیه هست که من خیلی دوستش دارم. به من این آرامش رو میده. یه جای عالی داریم که با خداوند رابطه داشته باشیم، در تخت پادشاهیش. به ما قول داده که با دلیری ما میتونیم بریم. لزومی نداره خجالت بکشیم و بترسیم. گوش کنین،
شماها میتونین نزد خداوند برین با دلیری، با اعتماد به نفس، یکی از بچه هاشین. اگر به بچه هاتون فکر کنین وقتی که میخوان از یخچال یه چیزی بردارن از شما نمیپرسن، چون بچه هاشتون هستن، با شجاعت میرن، با اعتماد به نفس میرن. من و شما به علت عیسی مسیح، به خاطر خونی که برای ما ریخت، این آزادی و این هدیه آزاد را از طریق فیضش به ما داده، با دانستن این که ما میتونیم دریافت کنیم، وقتی که از خدا بپرسیم دریافت خواهیم کرد. بیاییم به چیزهای دیگر نگاه کنیم درباره دعا کردن، که چطوری دعا کنیم، کی باید دعا کنیم. اینها چیزهای ابتداییه. کی دعا کنیم؟ اول تسالونیکیان 5:17 میگه پیوسته دعا کنین. همیشه هر لحظه دعا کنین. چیزی هست درباره پرسیدن، داشتن این رابطه با خداوند، این مکالمه کردن با خداوند بدون وقفه. ولی بعضی وقتا جایی هست که باید زمانی بگذاریم، به جای خلوتی بریم و مشتاق باشیم با صحبت کردن با اون و دریافت پاسخ دعاهامون. حالا درباره این صحبت کنیم، برای چه کسانی دعا کنیم؟ در این زمان کمی داریم که میخوایم درباره این بگیم، برای کی دعا کنیم؟ خیلی خوب، یکی از کسایی که آشنای ما بود اینو گفت، وقتی که به دعا فکر میکنیم، بعضی وقتا دعا شبیه ورزش کردنه. وقتی درباره ورزش صحبت میکنیم، نوعی مختلفی است. بسکتبال، فوتبال، تنیس، همه نوع ورزش هست. و هر کدوم از ورزش ها قانونای خودشو داره و امتیاز آوردنای خودشو. وقتی که من میگم ورزش، نوعهای مختلفی داره. وقتی هم که میگیم دعا کردن، بعضی وقتا مردم دعاشون رو برمیدارن و در یه سبد میریزن و اون رو مثل همیشه دعا میکنن. ولی در حقیقت دعا کردن هم خیلی شبیه ورزشه. در حقیقت نوعهای مختلف دعا کردن داریم. مثلا دعای توافق داریم که عیسی دربارش حرف زد که اگر یک یا دو نفر شما در مسئله توافق داشته باشید، بطلبید که پدر آسمانیتون اون رو به شما خواهد داد. این دعای توافقه. و بعد ما دعای ایمان رو داریم. دعای ایمان موقعی است که وقتی ما میتونیم با ایمان بطلبیم، با ایمان به وعده های خدا و باور به وعده هاش هست. و بعد دعای تخصیص دادن. این دعایی است که عیسی در باغ عدن انجام داد. ای پدر، اگر اراده توست این پیاله رو دور کن، اما اگر نه اراده من نباشد بلکه اراده تو باشد. این چی بود؟ این دعای تقدیم کردن بود. عیسی داشت زندگیش رو برای خواست خدا تخصیص میداد. لازم نیست که آخر هر دعامون ما اینو اضافه کنیم، درست مثل راکت تنیس که در هر بازی دیگه‌ای استفاده نمیشه. این دعایی است که برای تقدیم کردن خداوند هست. هرچه درخواست توست انجام شود، من تسلیم خواست تو هستم، خداوند خواست من نباشه بلکه خواست تو باشه. و بعد دعای پرستش داریم. منظورم اینه که عیسی با اون زن سر چاه صحبت میکرد، یادتونه؟ گفت اگر میدونستی من کی هستم از من آب میخواستی و من به تو آب حیات میدادم. اون میگفت خیلی خوب، خدا من میدونی پدران ما اینجاست پرستش کردن. و عیسی براش توضیح میده که چه کسی است. خیلی خوب، این دعای پرستشه. و بعد عیسی به اون گفت خانم، این خوبه که دعا میکنی، ولی گوش کن، پدر دنبال کسانیه که در روح و راستی اون رو بپرستن. و میدونین که دعای پرستش داریم، دعایی که وقتی خداوند رو پرستش میکنیم و جلال میدیم که چه کسی است و چه کارهایی در زندگیمون انجام داده. این یه نوع دعاست، نوع دعای با سرودها. و بعد ما دعاهای مختلفی داریم که دربارش صحبت میکنیم. ما درباره دعای تقاضا یا تضرع میخوایم فوکس کنیم و تمرکز کنیم. و دعایی که درون از خداوند میخوایم، درخواست میکنیم و برای کس دیگر هست این خواسته. ما درباره این صحبت کردیم که برای خودمون چطور بخوایم، ولی وقتی که برای کسان دیگر میخوایم دعا کنیم، کتاب مقدس چی میگه؟ اول تیموتائوس 2 اینطور میگه: پس قبل از هر چیز تاکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد.
تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. و این چیزیه که خداوند میخواد از ما. خیلی جالبه که در این قسمت اول تیموتائوس 2 میگه اول اینکه وقتی درباره دعا تضرع صحبت میکنیم و تقاضا برای پادشاهان و اولیای امور دعا کنیم، ما داریم درباره اینکه برای کیا صحبت کنیم دعا میکنیم. برای رهبرا، برای رئیس جمهورا، برای کنگره، برای شهردارها، برای پلیسها، برای همه کسانی که هستن، شبانها، برای رئیستون سر کار، برای خانواده هاتون، براشون دعا کنین که خداوند اونها را در نقطه اقتدار گذاشته. خداوند گفت اول از همه برای اونها دعا کنین. و واقعا هم این به نفع شماست، چون میگه که تا بتونیم با آرامش و صلح در کمال خدا ترسی زندگی کنیم، تا بتونیم در این زندگی مسیحی که داریم آرامش داشته باشیم. پس برای رهبرانتون دعا کنین، برای کسانی که در نقطه قدرت هستن. افسسیان 6:18 میگه همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید، همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید. مقدسین کیا هستند؟ من درباره تیم فوتبال مقدسین صحبت نمی کنم، من دارم درباره ایمانداران صحبت می کنم. کتاب مقدس همه ایمانداران رو مقدسین خطاب میکنه. شاید کسی دیگه شما رو اینطور خطاب نکرده. شما مقدس هستین. خدا برکتتون بده. ما همگی ما مقدسینی هستیم که از نظر خداوند اینجور تعریف شدیم. و در روح کتاب مقدس میگه برای همه مقدسین دعا کنین. آیا باید برای غیر ایمانداران هم دعا کنیم؟ بله البته. ولی در حال حاضر ما داریم صحبت میکنیم برای مسیحیان، برای یکدیگر دعا کنیم. برای تقویت شخصیت درونی ما تا ایمانمون قوی تر بشه، تا خدا به اونها روح حکمت و مکاشفه رو بده. این دعای ما باشه که چشمان قلب ما باز باشه تا روح القدس برای ما آشکار کنه چیزهایی که لازمه بدونیم. پس برای همدیگه دعا کنین و بدونین که در جاهای مختلف جهان مسیحیانی هستن که شرایط خیلی سختری از دیگران دارن. اونا رو به یاد بیارین در دعاهامون و برای اونها، برای حفظ اونها دعا کنین و حکمتشون. و بعد متا باب 9 آیه 36 میگه وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنها مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم، بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد. خیلی خوب گوش کنین، این آیه خیلی جالبیه، خیلی چیز مهمیه که دعا کنیم. در حقیقت طبق کلام عیسی ما درباره چیزایی که از دست رفتن دعا نمی کنیم، بلکه برای کارگران داریم دعا می کنیم. محصول زیادی هست، یه زمینی پر از محصول، کسانی که گشنه و تشنه کلام خدا هستن. چه چیزی رو نداریم؟ کارگران رو نداریم. ما باید برای اونها دعا کنیم. اون میگه برای کارگران دعا کنین تا خداوند کسان رو لمس کنه و اونها رو برای خدمت آماده کنه. کسانی باشند که بگن آره خداوند من آمادم، منو بفرست، به همسایه هم بفرست، بگو که چطوری به اونها کلام رو برسونم، خداوند از من استفاده کن. برای اونها دعا کنین و شما هم کارگر باشین. وقتی که در حالی که دعا میکنیم برای کارگران بیشتر، من هم میتونم جواب باشم برای دعای یک نفر دیگر. تو میتونی اون کس باشی، اون نفر باشی که کلام رو برای مردم میبری. و در آخر لوقا 6:28 عیسی میگه برای آنانی که به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید، برای آنانی که با شما بدرفتاری میکنند دعا کنین، برای دشمنانتون اینو بگین خداوندا من موافق کاری که انجام دادن نیستم ولی براشون دعا میکنم، چشمانشون رو باز کن و بهشون کمک کن که این دانش تو رو دریافت کنن تا قلبشون عوض بشه و انسانی جدید بشن در عیسی مسیح، همونطور که من و شما کردیم. خیلی خوب بیاین با این تمومش کنیم. وقتی که درباره دعا صحبت میکنیم یادم یه دوستی به من اینو گفت سالها قبل، یه عقیده ای که وقتی برای دعا کردن هست مسائل زیادی هست و کسان زیادی هستن که میخوایم دعا کنیم.
براشون و در درس دیگه درباره ایمان و دعای ایمان برای خودتون صحبت میکنیم. و این قضیه این که با خداوند زمان بذاریم و برای کسان دیگه دعا کنیم بعضی وقتا اونقدر زیاده که لیست درست میکنیم که برای کیا دعا کنیم. یه دیسیپلین، یه نظم میدیم برای دعا کردنمون، برای دوستان و خانواده های خودمون. اسماشون رو روی کاغذ میاریم. دوستان و همسایه هاتون. این لیست رو درست میکنیم و بعد شروع میکنیم به دعا کردن. چی اتفاق میفته؟ ما از روی لیست دعا میکنیم. چه کسی بهترین دعاتون رو دریافت میکنه؟ او اگر تو اولین نفر باشی توی لیستم، همه چیزهایی که لازمه به تو میده خداوند. خداوند اونو بلند کن، خداوند اونو روحشو پر کن از حکمت خودت، برکتش بده، زندگیشونو پر کن از برکات تو. خداوند قلبشونو باز کن، برکت بده خانواده هاشونو، بچه هاشونو. و همینجوری میرم تا تمام میشه. اولی نفر برکت دیده است و بعد شماره دو میگه او خداوند اون دو نفر دوم رو هم برکت بده، همه یه چیزهایی که میخواد بده. بعد شماره سه، بعد شماره چهار، بعد که میرسی به شماره ده میگی که خداوند تو این کسا میدونی، همه موهاشون رو شمردی، برکتش بده. شماره دوازده، خداوند فقط مطمئن باش که اونا بدونن که تو هستی. شماره 15، خداوند سوزی رو به حضورت میارم. تا موقعی که به شماره 20 برسی دیگه لیست رو برمیداری و میبندی و میگی خداوند این لیست 150 نفریه که دارم، همه رو برکت بده خداوند. بعد میبینی که لیست هم خوبه هم بد. برای اولین 5 نفر خیلی عالیه و یک چیز خوبی هم که داره، نظم میده به دعا کردنتون. ولی اینو باید بدونین که شما باید رهبری بشین از طرف روح القدس که بذارین که روح القدس به شما بگه و گوش کنین. بگین که خداوند برای کی دعا کنم. شاید یه اسمی از دوستاتون میاد به ذهنتون، براش دعا کنین. شاید به یه نفر فکر کنین که بهتون بدی کرده و اذیتتون کرده. شاید اول نخواین این کارو بکنین، ولی این موقعیت خوبیه که بگین آره من براش دعا میکنم. برای کسی که دعا میکنم که خداوند در قلبم بذاره. آمین. امیدوارم که شما رو تشویق کرده باشه برای دعا کردن، که برای کی دعا کنین و چطوری دعا کنین و پیوسته در دعا کردن باشین. خداوند میگه از من بپرس و به تو پاسخ میدم، درباره اسرار عجیبی که چیزی درباره اونها نمیدونی به تو میگم. از اون بخواین، دعا کنین برای چیزهایی که گفتیم، برای همه کاتگوریایی که صحبت کردیم. برای مردم دعا کنین و اونها رو به حضور خداوند بیارین و نگاه کنین که چه کاری خداوند میکنه. این لذت بخش درباره دعا کردن با خداوند و همراه بودن با اون. به امید دیدار شما در هفته آینده که ادامه میدیم درباره دعا کردن. برای تقریبا 30 سال اصول اولیه توسط بت جونز در کلیساها، خانه‌ها و تمام جهان استفاده شده. برای تدریس اصول اولیه به مسیحیان جدید و ایمانداران چاشنی زده شده، مورد علاقه هزاران نفر از بزرگ و کوچک. این کتاب از نتایج ثابت کرده که شاگردانی برای مسیح می سازه. به 17 زبان ترجمه شده و حالا برای اولین بار بت جونز از طریق تلویزیون آن را تدریس می کند. کپی خود را تهیه کنید و همراه باشید با بث که از این کتاب درس می دهد، فصل به فصل و خط به خط. بر روی عناوین پر اهمیتی مثل چطور صدای خدا را بشنویم، چطور در ایمان رشد کنیم، چطور فراوانی در زندگی را تجربه کنیم. پس کپی خود را یا خانواده تان را تهیه کنید. این کتاب اکنون توسط هدایای شما در دسترس شماست. برای دریافت کپی خود و تقدیم هدایای خود به وبسایت thebasicswithbeth.tv بروید. سپاسگزاریم که برنامه امروز ما را مشاهده کردید. در چند لحظه بعد می‌خوایم به شما بگیم که چطور میتونید همکار ما بشید تا این اصول اولی را به جهانیان برسونیم. در کلیسای ما به مدت 30 سالیه که بت درباره اصول اولیه کتاب مقدس به همه یاد میده. و میدونید در فرهنگ امروز ما خیلی از مردم درباره اصول اولیه کتاب مقدس نمیدونن و با بلندی و پستی در زندگیشون روبرو هستند. و اصول رو نمیدونن و ما در این ماموریت هستیم تا همه مردم رو درباره این اصول از طریق تلویزیون یاد بدیم. خیلی ساده است، به وبسایت ما برید thebasicswithbeth.tv و یک بار هدیه بدید و یا ماهیانه به ما کمک کنین یا با ما تماس بگیرید.
خوشحال می شویم که با هم همکاری کنیم و به عنوان هدیه مجانی می خواهیم که این کتاب را براتون بفرستیم. مشتاق هستیم و منتظر تا با شما صحبت کنیم درباره اصول اولیه کتاب مقدس. بیاین این اصول را به جهان ببریم. خوشحالم که به من پیوستید برای اصول اولیه با تلویزیون بث. خیلی خوشحالم که اینجا بودید امروز. کاری که ما میکنیم، ما میخواییم اصول اولیه رو برای همه بازگشایی کنیم و کلام خدا رو به مردم بشناسونیم. همونطور که گفته کتاب مقدس اینه که ما باید اصول اولیه رو دریافت کنیم تا ریشه های خودمون رو قوی تر کنیم در کلام خداوند و رشد کنیم و بالغ بشیم و میوه بیاوریم و این هدف ماست. گوش کنید، میخوام درباره این منبع رایگانی که برای شماست صحبت کنم، درباره تعلیمات اصول اولیه که به صورت رایگان در وبسایت ما برای دسترس شما هست. و خوشحال می شوم که شما هم داشته باشید و اون را با ما یاد بگیرید. به وبسایت ما بروید thebasicswithbeth.tv و اون را دانلود کنید. Thanks for joining me. ما خوشحال میشیم که از شما بشنویم. با ما تماس بگیرید برای دعا یا تقسیم شهادت زندگیتان. صادقانه بگم وقتی که شروع کردم این درس ها رو من یه ایماندار قدیمی بودم. 10 سال ایماندار بودم ولی هرگز اصول اولیه ایمان رو یاد نگرفته بودم. درباره دعا کردن شنیده بودم، خواندن کتاب مقدس، محبتی که خدا برای من داره، ولی درباره عمق این که چه تأثیری در زندگیم دارن رو نمیدونستم و اینکه چطور زندگیم رو با ایمان بسازم. همیشه مشکل داشتم که چرا زندگی من اینطوریه؟ خدا از من چی میخواد؟ و این به خاطر اصول اولیه بود. من در ابتدای ایمانم این اصول رو نداشتم. نمیدونستم چطور مؤثر دعا کنم. واقعا این محبتی که خدا نسبت به من داره رو درک نکرده بودم. پس یاد گرفتن این اصول اولیه به من کمک کرد که زندگی ایمانی خودم رو قوی کنم و مسیح پیروزی باشم. اصول اولیه یک حقیقت پایه‌ای در زندگی من شده. یاد گرفتم که چطور کلام خدا را بفهمم، چطور دعا کنم، چطور بفهمم و رابطه داشته باشم با خداوند. وقتی که اولین بار به این تدریس معرفی شدم، در شرف ورشکستگی بودم، مریض بودم و خیلی چیزهای دیگه در زندگیم اتفاق می افتاد. وقتی که حقیقت کلام را فهمیدم و یاد گرفتم چطور دعا کنم و به کلام خدا وصل شدم، بازخرید و آزادی را به زندگیم آورد. شفا در زندگیم جاری شد و زندگیم رو از این رو به اون رو کرد و صادقانه بهتون بگم همه تجربه زندگیم عوض شد. ممنونم که به ما پیوستید. امیدواریم که این پیغام شما رو تشویق کرده باشه تا زندگی رو که دوست دارید داشته باشین. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما thebasicswithbeth.tv بروید.